سلام و درود و تمام عزیزانم. آنچه در این برنامه خواهید دید: این سرود تو دنیای دیگه. بچه که بودم فکر کنم نه از موسیقی دوست ندارن یا خوششون نمیاد. آقا من دارم راجع به 540 سال پیش صحبت میکنم. صد نفر میبینن. آقا تشخیص بدید 30 میلیون توی 24 ساعت دیدنش. از اون منطقه دور شن، آسیبی نبینن. به سلام و درود به آقای حسن شماعی‌زاده که چنین آهنگی رو ساخته و سروده و خونده. واقعا ماهی که من سیخ شده بود. دمت گرم ای هنرمند. دوباره میخروشم در مشت هر خیابان، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. چه ترس از این که قلبم شود گلوله باران، خاک شکفتن ماست مزار نوجوانان، مزار نوجوانان. چند قدم تا آزادی، من میهن آبادی، آتش جان استبداد، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. واقعا به جا بود چنین سرودی رو شما بکنید و نمیدونین این سرود چه عظمتی داره در این موقعیت، در این زمان ولوشویی. و اینجاست هنرمندانی مانند تو به فکر ایرانشونن. میدونم ماها زحمت کشیدی تا تونستی چنین آهنگی رو بسازی و بخونی. این کارا شوخی نیست، فقط از پس خودت برمی آمد که دمت گرم انجام دادیم. این سرود تو به زودی در خون ملت خواهد رفت و خون ملت رو به جوش خواهد آورد. حتی آدم های جمهوری اسلامی، چه سپاهی گرفته و چه بسیجی رو گرفته، چه همه، این آهنگ قلباشون رو می تپونه و دلهوره تو وجودشون میاره که باید فکر سرزمینشون باشن، فکر مردمشون، خواهر و برادرشون، فرزندانشون، پدرمادرشون، نه فکر اینا که دارن دزدی میکنن و دارن مملکت با آتیش میکشن. حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و خواننده سرشناس، میگوید جمهوری اسلامی دشمن موسیقی و چهره های خاطره سازی است که مردم را به گذشته پیوند میزنند. اینا میگن حفظ نظام اوجب واجبات. توجه میکنه اینا ممکنه گفتن اگر قرار بشه برای حفظ این نظام نمازم تعطیل بکنیم میکنیم. ما رهبر قم انقلاب چین گفت هر کسی که مردم رو به یاد قبل از انقلاب میندازه، حتی پس از مردنشون قبرشون رو بکنی که کسی یاد قبل نیفته. چرای مشخص، چهره‌های تاثیرگذار مثل آقای فردین، مثل آقای ناصر ملک مطیعی، مثل خانم گوگوش و خیلی دیگه، اینا چهره‌های تاثیرگذارن و اینا مردم رو به یاد قبل از انقلاب میندازن و انقلاب خوششون نمیاد از چهره‌های نوستالژی. حالا حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر مخالفتش با نوستالژی، یه مشکل دیگه هم داره و اون موسیقی است. و گفتم بچه که بودم فکر کنم نه از موسیقی دوست ندارن یا خوششون نمیاد، ولی بعد از انقلاب متوجه شدم اینا دشمن موسیقی هستن. چقدر من خوشحالم که آقای حسن شماعی‌زاده باز فرزند میامه رو کرد و میامه در خاطرات خواهد رفت. واقعا این هنرمند با آهنگای جاودانیش که برای خواننده های بزرگی خوند و در شهرت اونا سهم بسیاری داره، ولی این سرود تو دنیای دیگه است.
من فکر کنم همه هنرمندان، همه آهنگسازان و شاعران به تو افتخار کنم از این به بعد. حسن شماعی‌زاده یکی از بهترین، اولا میدونید تو نوت خوندن شماره یکی در ایران، الان نمیگم آه برای که الان زمانی گذاشته، نوتو برعکس میزد، اینجوری میدونست. و تمام شوهای بزرگ دنیا، آقا من دارم راجع به 540 سال پیش صحبت میکنم، تمام بزرگترین شوهای دنیا که میامد زنگ میزدن حسن شماعی‌زاده بیاد زنده، مثل من زنده شب یه دفعه 20 تا رقصنده میمد باید با این آهنگو بزنی با شعبده باز. خیلی سخته اون آهنگ. چرا؟ حالا میگم چرا. آهنگی که بزنی مثلا دارا را دی را را دی را اینجوری نیست، چکار شعبده باز بزنی؟ یعنی اون نوتو میزوش یا جلوش بدون تمرین یک دو سه جمعه بزنی مثلا شعبده باز چین میداخت بالا تا میگرفی بعد مثلا بیاد برنام. همچین نوازنده ای که آهنگسازیش بی نظیره، من صداشو خیلی دوست دارم همه چیزو. و آهنگی که بر من ساخت جاودانه شد به نظر خودم پریا. بله ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دوزن عشق منو میدوزن، عشق منو میدوزن. قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دوزن عشق منو میدوزن، عشق منو میدوزن. اینجا از قدرت موزیک، موزیکی که عشق میاره اینه، موزیکی که وجود بیاره اینه، موزیکی که همبستگی میاره اینه، از صد تا توپ و تانگ و اتم بالاتره. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، اما گیتارم و با خودت نبر فقط همین. گوشم زمزمه کن با یه لحن بوسه با خواهش، با من بری بخواب آدم بدون روح. نگاه کنیم خواننده شروین حاجی پور یه آهنگ نرمال خونده، 30 میلیون توی 24 ساعت دیدنش. آیا این رهبر شما اگه صحبت بکنه 100 نفر میبینن؟ آقا تشخیص بدید چقدر مهم موزیک و چقدر مردم متوجه شدن. کسی اعتنا نمی کنه به سخنرانیش، کسی توجه نداره، ولی با یه آهنگ 30 میلیون در 24 ساعت رکورد چیکنده. پس این موزیک، این عشقه که در خونه هاتونه، تو رخت خوابتونه، تو مدرسه‌تونه، پشت فرمونه، همه جا موزیکه. حرف که ماها در غربتیم و در خاکمون نیستیم، ولی ملت هوشیاره و میدونه داره چیکار میکنه و روزهای پیروزیه. ولی برعکس الان اینا کارهایی کرده، اصلا دولت امریکا علیه ایران، بهتون قبلا گفتم، اقدام جنگی خواهد کرد. افرادی که خانواده هایی که دورور جریانات اتمی هستن، اسلحه خونه هستن، اینا از اون منطقه دور شن، آسیبی نبینن. سخت از اخوان زندگی دور بودن، ولی چه کنیم، زندگی برای نجات خودتون باید فکر کنیم. و الان طوری تصمیم گرفتن تمام ابرقدرت های دنیا بر علیه ایران بلند شده و بکوبتش. چقدر بده، چقدر بده اونه در درون مملکت، و چقدر ماها در برون مرز نگرانیم، ناراحتیم.
و واقعا روزگار بدی شده، هیچ جوری آرامش نخواهیم داشت و ما داریم به کار خودمون ادامه میدیم. اولمپیک آف موزیک که به زودی اعلام خواهد شد و بقیه برنامه ها که اوپنینگ اون گلوبال پیس موزیک وارده دنیا رو خواهد ترکون و نشون خواهد داد که ما فرزندان کوروش که همیشه صلح به دنیا آورده، حقوق و شهروندینا رو برابر هم کرده و مملکت ها رو با هم یکسان می‌دونسته، الان ما توسط موزیک این صلح به دنیا می‌بریم و عشق و قلب وجود همتون رو به دنیا ثابت می‌کنیم. نسل شیک بازرگاد به اون موقعیت خواهد رسید. آرزو دارم ایران من با همه ناراحتی که از به زودی نجات پیدا کنه و بتونیم به خاکمون برسیم و خاکمون رو ببوسیم. زندگیست جنگ و ستیز، سختی و ناراحتی، ولی اگه این موزیک نبود هممون مرده بودیم. جاوید باد پرچم شیر خورشید ایران، جاوید باد پادشاه دوممون و بانوی یاسمینمون، با قدم های رضا شاه اولمون. زنده باد زن، زندگی آزادی.